ببین تو قسمت دومی که میخوایم صحبت بکنیم راجع به تریز و اینها با پارادایم های دیگری نگاه بکنیم. جانم بفرمایید. اگر ما از تجارب دیگران حالا فرضاً از کشورهای دیگر استفاده کنیم، آیا اصلا نمی‌تونیم تفاهم بگیریم، یعنی که حتما باید از ایران خود جوش از درون خودمون نشه بیرون؟ نه، ما میتونیم از مدل‌های موفق دیگران استفاده بکنیم، میتونیم بررسیشون کنیم، میتونیم بریم یه کشوری که خیلی نزدیک به ماست رو به عنوان بنچمارک نگاش بکنیم. مثلا اونم برای خودش قانون و مقررات قواعدی داره. قواعد بازی رو بلد باشید خیلی هم خوبه. قواعد بازی رو بلد باشید مثلا. این که من برم الان من میخوام برای مدیریت شهری میگن برید یه مدل خارجی بیارید. خیلی ایده میتونه ایده خوبی باشه. ولی مثلا کجا رو بیاریم؟ مثلا پاریس رو میارن. پاریس که یادتون نمیخوره که. تو مدیریت شهری شما باید بگردی یه شهری با ویژگی های نزدیک به تهران، هم از نظر آب و هوا، هم از نظر زیر زمینیش یعنی سیستم آب و فاضلاب و اینهاش، هم از بعد جمعیتش، هم از بعد تعداد خودروهاش، هم از بعد فرهنگ، یه چیزی شبیه این رو باید پیدا بکنید که در حقیقت بنچمارک کنید. یک. دو، انتقال تکنولوژی مفهومش کپی برداری نیست. من نمیتونم یه مدل خارجی رو بیارم تو ایران عیناً اجراش بکنم. نمیتونیم این کارو بکنیم. به همین خاطره که دانش فنی که ما اعتقاد داریم میتونه منتقل بشه، یعنی من بفهمم چرا اون مدل اونجوری طراحی شده. اگه اینو متوجه شدم، اون وقت میتونم هر جاشو که دلم بخواد با دانش خودم تغییرات لازم رو توش بدم. میتونم کاستومایز تیلور مید خودم کنم. متوجه میشی؟ من میتونم یه کوچلواری رو از بیرون بازار بخرم، وقتی میارم میبینم یکم اینجاش گشاده، یکم اینجاش بلنده، بعد حالا میگم درستش میکنن ایناشو. اینو میتونم این کارو بکنم، این بخشایش رو مشروط به اینکه بلد باشم این کارو انجام بدم. بنابراین مدل گیری از بیرون خوبه، مشروط به اینکه اون قواعد رعایت بشه. بنچمارکینگ کار خوبیه، مشروط به اینکه بتونیم اون کاستومایزیشن رو تو کشورمون انجام بدیم، بومی سازی رو انجام بدیم. من نکته رو یه تنفس داره برای شما، یکی هم میخوام این تنفس رو همینطور که تو این دو ساعت از شما نمیشه اصلا. خب یعنی مثلا زیر زمین یعنی تعطیل میشه. ما دو سه دقیقه اگه ما اجازه بدید فقط. آره دو سه دقیقه اجازه بدید من اینو تمومش بکنم بعد بریم. این داستان یادگیری رو که میخوایم با هم نگاه بکنیم، دیدید که یادگیری وقتی تو اون حلقه پایینه به تغییر منجر میشه، میگه تو حلقه بالا تحول، حلقه سوم تولد. این یادگیری این عناصر رو توش ما میتونیم ببینیم. تکامل پارادایم هامون، همین مدل های ذهنی که صحبت کردیم، دانش و مهارت هامون. شما میخواید تریز رو برید اجرا کنید، بعد دانشش رو داشته باشید، به جز اون بعد مهارتش رو داشته باشید. یعنی دو سه دفعه انجامش داده باشید بعد بگید آها فهمیدم، میدونم چجوری باش کار کنم. شناخت خودتون و دیگران، از خودتون یه شناخت خوبی داشته باشید. ویژگی ها، توانمندی ها، نقاط قوت، نقاط ضعف، علایق، ارزش ها، باورها، اینا ما کمک میکنه. و بعدم شناخت محیطتون. من این تریز رو میخوام کجا اجرا کنم، تو چه سازمانی، با چه محیطی، با چه شرایطی. اینا اتفاقاتی است که بعد بیفته. تو این دانش و مهارت ها شما در زمینهای تخصصی خودتون حتما آموزش خیلی زیاد دیدید، متخصصی، تجربه دارید. بعضی از زمینه ها هست کم روش کار شده، مثل اون مهارت هایی که مهارت های پایه‌ای، مثل ارتباطات انسانی. چند نفر از دوستان اینجا کلاس گوش کردن رفتن؟ ها گوش کردن؟ اصلا میگیم گوش کردن مگه کلاس میخواد؟ گوش میشنویم دیگه. چند نفر رفتن یاد بگیرن چگونه گوینده موثری باشن؟ گویندگی موثر، آنچه که در ذهنم دارم رو به خوبی منتقل کنم. خیلی کم به اینا پرداختیم، نه تو مدارس، نه تو دانشگاه، نه تو سازمان‌ها، خیلی کم پرداختیم به اینا. اینا اون نکاتی که باید بهش بپردازیم. در مورد شناخت خود و دیگران هم خیلی کار سختی است، خیلی مشکل آدم بشناسه. چند وقت پیش توی تهران خبرشو شنیدید که یه نفر یه چراغی پیدا کرده بود؟ خوندید؟ نگفتن بهتون؟ یه چراغی پیدا کرده بود، یه آقایی رو دیده بود روش خاک و ایناس، گفته بود عتیق است، عیشش بود، رفته بود یه گوشه، خلاصه این خاکا رو که زد کنار، از توی این چراغ یه دودی اومد بیرون و این قول چراغ جادو اومد ظاهر شد. گفت آقا دست درد نکنه، خلاصه من 5000 سال بود که تو اینجا گرفتار بودم و تو من نجات دادی، هر چی می‌خوای بگو من برات انجام بدم. گفت هر چی، گفت هر چی که می‌خوای. یه خود فکر کرد، گفت من یه چند سال یه خانومم الان به من فشار داره میاره با هم دیگه بریم کالیفرنیا. قوله گفت کاری نداره که بیا این دو تا بلیط برای کالیفرنیا. گفت نه، مشکل من اینه که خانومم از پرواز میترسه، من با هواپیما نمیتونم برم. میشه از اینجا تا کالیفرنیا برام یه اتوبان بزنید؟
گوله یکم فکر کنم آخه مرده حسابی از اینجا تا کالیفرنیا کوه دشت بیابون اقیانوس فلان اصلا بابا نمیشه که این سری که بشه این آقا یکم فکر کنم ولی من 30 سالی دارم با خانمم زندگی میکنم نه بالاخره من فهمیدم اون چی میگه نه اون فهمید من چی میگم نه من اونو شناختم نه اون میشه یه کاری بکنی که ما دوتا همدیگر رو بهتر بشناسیم این گوله یکم فکر کرد گفتم اتوبانه رو 8 بانده میخوای یا 16 بانده ظاهرن درست کردن اون راحت‌تر از اینه که ما همدیگر رو بتونیم بشن کار خیلی سختیه یه ابزارهایی داره که انشاءالله تو فرصت‌های بعدی می‌بینیم ما همه با هم بلند از 10 تا 1 رو برعکس بشماریم بلند 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 خب خیلی ممنون بلندتر هم میشد ولی مهمتر از اون این بود که به آنچه که من گفتم یه بار دیگه گوش بکنیم من از شما نه نه همین که همین کارتون خوب بودم همین حد بیشتر از این دیگه دچار مشکل میشیم ولی حالا تقاضای من اینه که این بار یه بار دیگه به اون چیزی که من خواهش کردم شما گوش کنید خواهش کردم ازتون که از 10 تا 1 رو برعکس بشمارید 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 چی میشه؟ 10 تا 1 برعکس چی میشه از 10 تا 1 برعکس؟ که اون 2 ساعت اول رو اینجوری که الان گوش کردید گوش نکنید پس حداقل از آن بعد یکم بله خب توی این قسمت میخوایم راجع به مبانی خلاقیت و نوآوری با هم دیگه صحبت بکنیم چه تفاوتی بین خلاقیت و نوآوری شما قائل هستید؟ یعنی چی؟ چه موقع میتونه بگیم یه کاری خلاق میتونه نوآورانه است؟ خلاقیت یه چیزی رو به وجود آوردنه در صورتی که قبلا وجود نداشته یعنی ایجاد یه فکر نو مثلا یه روش نو یه سیستم نو که این سیستم قبلا وجود نداشته بله ولی این نوآوری چیزایی که وجود داره و ازش استفاده نشده و میشه مثلا از اون استفاده کرد اون خلق کردنه ولی این داره و استفاده کردن بسیار خوب یکی از دوستان میگفتش که من دائم خیلی آدم نوآوریه گفتم چطور گفت آخه هر بار که میره دبی یا میاد یه موبایل نو برای خودش میاره نوآوره بله خب چرا کسی که خلاقه میتونه نوآور نباشه؟ رابطتون رابطه درسته میخوام چرا اینجوریه؟ چرا کسی که نوآور حتما خلاق است ولی کسی که خلاق است ممکنه نوآور نباشه؟ این تمایز آشکار خلاقیت و نوآوری است. شما تا زمانی که یه ایده، فکر، محصول، یه سرویس، یه خدمت، هر چیزی خلاقانه در ذهنتون پرورشش میدید، حتی مینویسید رو کاغذ، میاریدش، ترسیمش میکنید، همه این کارا رو که میکنید ما میگیم این خلاقیتی است که شما داشتید و بروز کرده. بکنم و ببینم که دیگران اصلا نمیبینن یا اصلا وجود نداره، آینده رو ببینم. یه تعریفی از خلاقیت، بازگشت به دوران کودکی، قدرت تصور. حالا بیاید مثلا سراغ این تعریفی که رنزولی کرده یا تورنس کرده. تورنس مثلا تفکر خلاق و کاملا تفکر سیکل تکاملی سیستم رو خود بسته میدونه که میگه از فرایندیه که من مسئله رو تشخیص میدم. شایعه‌ای که در مورد خلاقیت هست اون آخری است. دانش، تجربه و بینش کودکانه. میگه اگه میخواد خلاقیت اتفاق بیفته حتما ما باید یه دانشی داشته باشیم در اون حوزه‌ای که اون خلاقیت میخواد اتفاق بیفته. تجربه‌ای باید در این زمینه داشته باشیم. بینش کودکانه دیگه چرا؟ یکیش کنجکاویه دیگه چی؟ ریسک پذیری دیگه چی؟ آها یعنی خیلی کلیشه‌ای و اینا نیست. اون 4 تا ویژگی کور رو اگه یادتون بیاد کیوریوسیتی، کنجکاوی، بچه‌ها کنجکاون، ریسک پذیرن، بازن، احسن، تخیل یعنی باز. اصلا بچه برای خودش محدودیتی قائل نمیشه. به همین خاطره که یه حرفایی به ماها میزنه، یه خونه ای رو میاد به شکلی میکشه که ما چون آدم بزرگیم فکر میکنیم داریم راهنماییش بهش میکنیم. میگیم نه خونه که اینجوری نیست، بیا من بهت بگم خونه چجوریه. چیکارش دارید؟
اون داره خونه اونطوری تصور میکنه، داره برای خودش چیزایی رو روی اون سوار میکنه که از دید ما چون فکر میکنیم داریم منطقی نگاه میکنیم احساس میکنیم که غلطه، در حالی که اون کاملا باز داره نگاه میکنه. به همین دلیل پرنده رو یه جور دیگه میکشه، به همین دلیلی که وقتی میرید باش رستوران یه غذایی رو روی میز میبینه میگه این گوجه فرنگی چقدر شبیه اون عروسکیه که من دارم میمونه، حالا ما هر چی نگاه میکنیم جز گوجه فرنگی و جز چیز دیگه نمیبینیم، ولی این داره میبینه اون تو، عروسکشو داره میبینه اون تو. بچه‌ها توی سنین میدونید شروع میکنن به همسانسازی، یه تنابو باهاش ماربازی میکنه. ماها بعداً اینا رو منع میکنیم. خیلی وقتا بچه‌هامون از یه سنی که بزرگ میشن بهش میگیم تو دیگه خانم شدی، تو دیگه آقا شدی، اینجوری فکر نکن دیگه. چیکارش دارید؟ این آزادی که در فکرش هست، خب ایناست که میگه اگه اون بینش کودکانه رو از دانش و تجربه بگیری چیزی از خلاقیت باقی نمیمونه. یه مهندس خیلی خوب میشم که تا بهم میگن که فلان چیز رو مثلا این چرخ دنده رو محاسبه کن، 3 ساعت زمان میذارم قشنگ پای کامپیوتر محاسبه میکنم میدم بیرون. میگن میشه اینش اینجوری کنی؟ میگم من اونش کار ندارم، من تو کتابمو خوندم که اینجوریه، اینم قانونیه که فلان دانشمند گفته، هیچ کس هم حق نداره روش حرفی بزنه. یه مهندس این شکلی میشم، حاضر نیستم هیچ چیز جدیدی این تو بیارم، اصلا حاضر نیستم باز کنم این دانشو، میگم این بسته است، همینه که من یاد گرفتم با همین کیفیتی که یاد گرفتم. این تعریف ما کمک میکنه تو مراحل بعدی که چطور رابطه خلاقیت رو با عناصر دیگه ببینیم. بنابراین توی بحث خلاقیت یه نکته جالب وجود داره که اینم اجازه بدید من به شما بگم. میگه خلاقیت یه ایده یا محصول نو مبتکرانه است، برای خالقش یا برای شخص دیگر رضایت بخشه، حتی اگه این محصول رو قبلا کسی دیگه کشف کرده باشه. اگه من سازمانم یه ایده خلاق میدم، از دید خودم خلاقه، سازمانم هم نگاه میکنی ایده قبلا از دید سازمانم وجود نداشته، این خلاقیت به حساب میاد. اگرچه بعدا شما متوجه بشید که این ایده در یک سازمان دیگر بوده و مثلا اجرا میشده، من که تفاوتی نمیکنه که من بدونم یا دیگران بدونه، اینکه حالا به چه نتیجه ای میرسه یا چه جوری استفاده میشه یا چه جوری مورد تحسین و تمجید قرار میگیره، خب طبیعتا اون بخشی که دیگران میدونن این حالتو داره، ولی فرقی نمیکنه ماهیتا. من ممکنه خیلی کارا میکنم که خودم نمیدونم، ولی یه فکر خلاق و یه ایده خلاقه، در مجموع از دید ما اون ارزش خود خلاقیت رو داره. نکته اصلی اینه که لازم نیست حتما یه نفری تمام علوم دنیا را بداند، تمام اکتشافات و اختراعات رو بداند بعد بگه حرف من جدیده. نه، همین که از دید من جدیده، تو سازمانم جدیده، قبلا نمیدونستم، خلاقانه است و میتونیم اینو در حقیقت اپریشیت بکنیم. تو روابطی که توی خلاقیت ما داریم میبینیم، این روابط اومده تو عناصر مختلف خودشو نشون داده، از جمله عنصر هنر. این نقاشی رو اشر کشیده، اشر یکی از گرافیستای معروف راهان معروفیه که بسیار کارهای قشنگی انجام داده و بیشترشون هم خلاق. نگاه کنید به این تصویر، نقاش اینجا کیه و نقش کیه؟ کدوم دست نقاشه کدوم نقشه؟ من در همون حالی که دارم نقاشی میکنم ظاهرا دارم نقش میشم، یعنی یه نفرم داره منو نقاشی میکنه. ها؟ تصویر دیگه ای هم داره اشر. اینجا این یه فرشه، درسته که جمع شده و اینا هم یه سری طرحن که روی فرشن. یکم که میریم بالاتر احساس میکنیم اصلا شد آسمون، شد پرنده، شد یه عنصری که اصلا دیگه رو زمین نیست، رو هواست. یا نگاه کنید به این تصویر، سقف خونه ها کجاست، کفشون کجاست، این درخت ها کجا در اومدن اصلا. این درخت ها رو میبینید اینجا مثلا روی چی در اومده؟ این سقف بالاخره کف زمینه. میبینید تو عنصر هنر میتونید به خوبی خیلی از چیزهایی رو که در عالم واقعی شاید نتونیم ببینیم و به تصویر بکشیم، بیاریمش به دنیا، بیاریمش. ما طی این سه روز قبل یه جای برنامه داشتیم که دوستانی بودن که مدیران یکی از
صنایع خیلی مهم کشورمون بودن و کسایی که عمدتاً کار مدیریت میکنن و توی حال هوای خودشون بودن، ما باشون یه کاری انجام دیم و اون این بود که در طول این سه روز کاریکاتور میکشیدن بر ما. این دوستان اولش میگفتن که ما تازه دست به کاغذ نبردیم، اصلا بلد نیستیم کاریکاتور چی، اصلا نقاشی چی، اصلا بعدمون میاد. ما در حقیقت در طول این سه روز، حالا اگه خلاقیت و نوآوری و اینها رو خیلی یاد نگرفتن، حداقل کاریکاتوریست خوبی شدن. یه چیزای قشنگی کشته بودن که واقعا روزهای آخر دیگه کم کم داشت حرفه‌ای میشد اصلا. چیزای قشنگ، ایده های خوبی رو آورده بودن روی کاغذ. چرا؟ هنر میتونه یه ابزار خیلی خوب باشه برای اینکه ما بتونیم این خلاقیت ها رو بروز بدیم. رابطه خلاقیت با هوش و خیلی عناصر دیگر اینجا میخوایم بررسی بکنیم. رابطه خلاقیت با هوش چیه؟ یه صحبتی کردیم راجبش. گفتیم خیلی از یعنی بیشتر دانشمندانی که در این زمینه نظریه دادن به این سمت که روش دارن که میگن هوش و خلاقیت تا یه جایی با هم رابطه مستقیم دارن، از یه جایی به بعد رابطه مستقیم ندارند. و همین دلیل هم هستش که میگن کسانی که خیلی باهوشن، یعنی این سر طیف دارن میافتن دیگه تو این منحنی نرمال، احتمال اینکه توشون خلاقیت باشه کمه. اون سر طیف هم کسایی که خیلی هوششون کمه، خلاقیت هم توشون نمیشه پیدا کرد. اما توی این طیف وسط که خیلی هم عمده است و بیشتر مردم رو در بر میگیره، میشه توشون خلاقیت پیدا کرد. دلیل این که چرا افراد خیلی باهوش الزاماً آدمای خلاقی نیستن خدمتتون هست به عنوان تله هوشمندی، که چند تا عامل رو در حقیقت خدمتتون گفته چرا آدمای خیلی باهوش به سمت خلاقیت نمیرن. یکیشو دوستمون اشاره کردن، اینکه اصلا به دلیل اون غروری که پیدا میکنن اصلا نمیرن سراغ ایده های جدید. میگه من همه چیو میدونم، من بلدم، من براش راه پیدا میکنم. یعنی اصلا سراغ این نمیره که حتی دیگران رو به بازی نمیگیره در ایجاد ایده و تولید ایده، چون خودش رو بیشتر مطرح میکنه و نکات دیگری که خدمتتون اشاره شده. پس رابطهش با هوش اینه در حقیقت. به همین دلیله که ما داریم ادعا میکنیم خلاقیت در بیشتر انسانها وجود داره به عنوان استعداد ذاتی، همه ما میتونیم ازش استفاده کنیم. خب البته بعضی ها شاید توی زمینه های بیشتر، توی زمینه های کمتر، ولی هممون داریم. مهم اینه که چطور این خلاقیت ها رو بتونیم شناسایی کنیم، کشفش کنیم، پرورشش بدیم و ازشون استفاده بکنیم. رابطه خلاقیت با جنسیت چیه؟ خانم ها بیشتر خلاقن یا آقایون؟ خانم ها خلاق‌ترن یا آقایون؟ هیچ رابطه معنیداری پیدا نشده بین خلاقیت و جنسیت. میگن خانم‌ها و آقایون هر دو تا در یک سطحی میتوانن خلاق باشن. متو این سوالی همیشه مطرح بوده توی این برنامه‌ای که ما داشتیم و اون این بوده که آقایون بیشتر این مطرح میکنن. میگن خب اگه اینجوریه چرا پس بیشتر دانشمندان، مخترعین، مکتشفین، افراد موفق و آقایون دارن تشکیل میدن در دنیا؟ چرا؟ فرصت‌های مساوی در اختیارشون نبوده زمینه. بنابراین اگر زمینه رو مهیا بکنیم، اگه فرصت‌های مساوی در اختیار افراد قرار بدیم، هر توانن خلاق باشن. ضمن اینکه من به دلیل اینکه فکر می‌کنم به هر حال مهمتر از اینکه این کلاس چجوری تمام بشه، به در بردن، یعنی جان به سلامت به در بردنه، میخوام بگم که اجازه بدید که خانم‌ها رو یکم در حقیقت معرفیت بکنیم. اینه که خانم‌ها به دلیل راست مغز بودنشون زمینه برای خلاقیت بیشتر دارن. میرسیم الان یه اشاره کوتاه خواهم کرد به این چهار ربع مغز و دو نیم کره. نیم کره سمت چپ که این آقایون میدونید همینطور که همه چیزشون چپه، اینم در حقیقت چپ، این برم چپ مغزن، منطقی، تحلیلگرانه است، نمیدونم دنبال یک و دو است، همش دنبال اینجور چیزانه. شما اگه دقت بکنید، مثلا اگه شب میرید منزل و برای شوهرتون مثلا درد دل میکنید که آخ آخ امروز چه برنامه آموزشی بود و با خسته شدیم بابا این چه وضعی بود فلان بود، زود میگه مشکل میشه، مشکلی بود دیگه، بگی چی بود برنامه بود؟ کجا بود دیگه؟ اونجا نرو، بی من حل کنم برات. برو بابا. میگه بابا حل چیه؟ من دارم درد دل میکنم با تو، زود میخوای چیزی رو حل کنی. ها دنبال اینه که یه چیز منطقی، یه سه تا رابطه منطقی پیدا کنی، یه فرمول بده به شما حل بشه. در مقابل این طرف به دلیل دوستانی که راست مغز هستن که خانوما بیشتر در این زمین، بیشتر به سراغ احساسات، تخیل، تجسم، شهود، روابط، عواطف و اینا اتفاقا زمینه‌هایی که توش خلاقیت بیشتر میتونه بروز کنه. به این دلیل زمینه که میگن هر دو گروه میتوانن، چون میرسیم که اصلا خلاقیت مهمترین عامل توش چیه، آیا جنسیت و ژنتیک و اینها سنا تجربه، فکر میکنید هر چی سن بره بالا خلاقیت کمتر میشه بیشتر؟ خلاقیت بیشتر میشه؟ آره؟ کمتر شاید تجربه بیشتر، ولی انرژی زایی کمتر میشه. اون رابطه دانش
به علت تشویق محافظه کار تام سن میره بالا محافظه کار میشه در اون خلاقیت میاد پایین تجربه هم همین حالتو داره قدرت ریسک و اون تفکراتی که شما قبل مسائل کودکانه اون کم میشه آها اون کور رو به خاطر داشته باشید و اون داستان دانش تجربه بینش کودکانه ما هرچی داره سنمون میره بالا و تجربیات بیشتری به دست میاریم و همطور در مورد تحصیلات هم همینه دانش و تجربه هی داره بالا میره ها خوبه این عامل مثبته اما اون بینش کودکانه رو به شدت داریم از دست میدیم اصلا دیگه آزاد فکر نمی کنیم تمام تو چارچوبیم همه مسائل رو بر خودمون بستیم یعنی حتی اگه بچه‌مون به ما میگه که فلان مشکلی دارم بلافاصله بهش راه حل رو میگم میگه من این مشکل رو حل میکنم اینه راه حلش میگه یعنی فکر نمیکنی یه راه دیگه هم بشه پیدا کرد یعنی من به عنوان پدر تو نمیفهمم تو داری به من میگی من اینی که دارم بهت میدم برو انجام بده همین راه حلیه که من دارم میگم این بهترین راه حله این کلمه‌های بهترین و اینایی که به کار میبریم یعنی میبندیم دیگه یعنی دیگه فکر نکن راجبش این بهترینه اون دانش و تجربه درست داره مانع خلاقیت میشه چون اون آزادی میبره و همینطور کور انرژی زاییمون به شدت پایین ریسک پذیریمون خیلی میاد پایین محافظه کار میشیم بیشتر تمایل داریم آنچه که داریم رو حفظ بکنیم تا وارد فضاهایی بشیم که نمیدونیم چه خبره بیشتر دوست داریم راههای رفته رو بریم نه راههای نرفته رو که معلوم نیست چجوریه یعنی حتی اگه از این جاده فیروزکوه هم داریم میریم یه تیکه از کنار گدوک از پایین میره حتی حاضر نیستیم از اونجا بریم میگیم بلش کن همه اینجا بهتر اینجا همیشه از اینجا آخه ما میریم بیچی هم میز خیلی ساده میتونید از پایین برید ولی ترجیحتون اینجاست البته هستن افرادی که اینجوری نیستن شما اگه رستوران برید و این منوی برای شما بیارن از غذاهای مختلف چند نفر حاضرن غذایی رو انتخاب کنن که اتفاقا نمیدونن چیه یعنی اسمشو میخونن متوجه نمیشن یعنی چی ندیده تا حالا نخورده تا حالا چند نفر هست دارن بیشتر خانوما اینجوری هم خب باشه ولی خب کمتر اینجوری هستیم بیشتر میریم دنبال اینکه همون غذایی که خوردیم میدونیم خوبه تجربه کردیم غذاهای روتین خب میریم سراغ تحصیلات هم این همین حالت رو در ما داره مضافاً بر این که بالاترین سطح خلاقیت در انسان تو چه سنیه؟ فکر میکنی تو چه سنیه؟ چند سال؟ چند سالگی؟ نوجوانی چند سالگی؟ 6 سالگی دوستان بالاترین سطح خلاقیت یعنی استعداد خلاقیت تو 6 سالگیه اگه بروز نمیکنه چرا؟ زمینش نه دانشه. دانش و تجربه شو نداره اون رابطه رو تو ذهنتون باشه اون بینش کودکانه تو بالاترین حد خودشه منتها چون دانش و تجربه نداره نمیتونه اینو به منصه ظهور برسونه جالب اینه که درست تو همین زمان زمانیه که ما بچه‌هامون رو تحویل کجا میدیم تحویل مدرسه و تقاضا میکنیم خواهش میکنیم آزمون میدیم امتحان میدیم پول میدیم که این خلاقیت رو از بین ببرم من متشکرم این تیکه ها را ایشون حسب میکنه بعد اینا همه حسب میشه آموزش پرورش ما نمیگیم این کشور همسایه دوست یکم که بچه های میره بالاتر توی ایران تحقیقاتی که ما انجام دادیم نشون میده که باز تو سنین 16 تا 18 این خلاقیت باز میره بالا خب و ما در حقیقت باز تو سن 18 سالگی بچه هامون را تشویق میکنیم که برن کجا؟ دانشگاه و باز تقاضا میکنیم که اون تهمونده ای که از خلاقیت باقی مونده رو مثلا نابودش کنن بنابراین کاملا آماده میشه برای اینکه بیاد توی سازمان یا تو اجتماع و اینا و شروع بکنه به کار به عنوان یه فرد خیلی حرف گوش کن خوب آروم منضبطی که میشینه اون گوشه هر چی بهش بگن انجام میده حتی وقتی ازش سوال میکنن نظرت راجع به این چیه میگه هر چی مدیرم بگه همون مدیرم هر چی شما میگی من چی بگم هر چی شما میگی به من بگم واقعیات اون چیزی که وجود داره ترسیم کردیم اما به ما میگویند که 2 عامل هست خب یکی ویژگی فردی است که نقش داره تو خلاقیت ما هر کدوممون از نظر ژنتیک و از نظر شیوه تفکرمون مغزمون اون 4 ربع مغز یه ویژگی هایی داریم این ویژگی ها توی بحث خلاقیت داره تاثیر میذاره ولی مهمتر از همه اینها یه آخری است تعهد و کوشش من مدرسه میتونم برم
اما در کنار مدرسه‌ام میتونم یه فعالیتای انجام بدم که اون کمبودها رو جبران بکنه. اگه توی مدرسه توان ایجاد تغییر رو ندارم، اگه نمیتونم اون نظام رو تغییر بدم، اگه نمیتونم بهش بگم اینجوری فکر نکن، کاری که میتونم بکنم اینه که در کنار اون نظامی که هی هول میده افراد به سمت بسته بودن، من این طرف کمک کنم که این باز بشه، جبران بکنم. چاره ای نداریم، این یه استهلاکه برای من پدر و مادر، مستهلک میکنه منو، چون انرژی بذارم برای این کار دیگه. اگه مدرسه خودش این کارو میکرد خب خیلی خوب بود. تو دنیا چیکار میکنن؟ میگن خب ما تو مدرسه و دانشگاه بالاخره مجبوریم سری قاعده و فرمول و چارچوب و اینا رو بچه‌ها بگیم، این که نمیتونیم ازش گریزی نیست، میان خودشون این بهسازی رو انجام میدن. مثلا میدونید تو بسیاری از مدارس خوب خارج از کشور شیدمان همینجوریه که شما مثلا الان نشستید دایره دور، چرا؟ ببینن همدیگه رو بچه‌ها، با هم گفتگو کنن، حرف بزنن، ببینن، ارتباط برقرار کنن با هم دیگه. از همون بچگی شروع میکنه طرف کار تحقیقی انجام میده. میستمش میگم میگم برو مطالعه کن راجبش، برو فکر کن راجبش. از همون بچگی به طرف میگن که گروه درست کن، شما سه تا با هم دیگه یه گروه برید یه کاری انجام بدید. داره به این کار تیمی یاد میده، داره من کمک میکنه که روحیه تحقیقکری و پژوهشگری، کنجکاوی همچنان بمونه برام. به من اجازه میدن که بیام جلو بایستم حرف بزنم، نه اینکه درس پس بدم، حرف بزنم. میگن بیا رجوع مثلا فلان چیز صحبت کن، من بیام جلو بایستم حرفم رو میزنم. لباسی که حتی تن من میکنن مثلا توی آخر سال یه لباس خاصیست برای این دادن این اعتماد به نفس به این بچه که پس تو میتونی همچین کاری انجام و و و و. یعنی در حقیقت نمیگیم که نریم مدرسه یا دانشگاه، نریم یا کاری نکنیم، مجبوریم این کار رو بکنیم. خوبه که در کنارش هم نظام آموزشی ما، امیدواریم که حالا این عمل اتفاق بیفته، و هم خود ما به عنوان مسئولیت پدر و مادری که داریم باید در بچه همون این کار رو بکنیم، تمرین بکنیم باشون. به صورت بازی و تمرین، بازی هستن، تمرین که میگم بازی یا یعنی لذت بخش، مثلا بچه دوست داره انجام بده، ولی این کار رو باید بکنیم باشون. همینطور تو سنین بالاتر این تعهد و کوشش داره من میگه من میتوانم سنم بره بالا ولی خلاقیتم افزایش بده کنه، میتونم تحصیلاتم زیاد بشه ولی خلاقیتم، میتونم 80 سالم باشه ولی خلاق، همچنان خلاق باشم. زمانی که تعهد داشته باشم نسبت به این موضوع، در خودم این تعهد رو به وجود بیارم و کوشش کنم، یعنی انرژی بذارم روی این کار. خلاق بودن دوستان با خودش ریسک پذیری داره. یعنی چی؟ یعنی که من بالاخره ممکنه یه ایده ها و افکار و روش هایی رو پیاده بکنم، پیشنهاد بکنم که به شکست بیانجامه، نمیدونم که، درسته؟ خب یعنی ریسک پذیری. اگه عافیت طلب هستیم، اگه خیلی دنبال ریسک نیستیم، اگه دوست داریم همیشه پیروز باشیم، آماده نیستیم که شکستی تو کارمون باشه، خلاقیت کمتر اتفاق میفته. بنابراین این تعهد و این کوشش میگن مهمترین عاملی است که میتونه به ما کمک بکنه که این خلاقیت در ما پرورش پیدا کنه و وجود داشته باشه و تا آخر عمرمون هم با همون باشه. ولی بقیه عوامل خیلی عوامل موثری نیستن به اندازه‌ای که این عامل آخر تأثیر داره. خلاق، یه ایده خلاق چه مشخصه هایی داره؟ میگن این 5 تا مشخصه، مشخصه های اصلی تفکر خلاقه. اولی ابتکار، ابتکار یا اوریژینالیتی. ابتکار یعنی چی؟ یعنی نو بودن ایده، مبتکرانه بودن، نو بودن، اصل بودن. اینو در حقیقتش میگن ابتکار. اگه ما در مورد یه موضوعی هممون بشینیم فکر بکنیم، یه نفر تو بین ما هست که یه ایده نوعی رو میده، میگن این ایده مبتکرانه است، هیچ کس دیگه ای نداد، این داد، ها، نوع اصل، اوریژیناله. سیالان، وقتی من شروع میکنم به تولید ایده، چقدر این ایده ها به صورت روان میان همینطور پشت سر هم، اولی، دومی، سومی، چهارمی، سیالان داره جریان فکری من. انعطاف پذیری، چقدر من وقتی دارم راجع به موضوعی فکر میکنم فقط توی یه مسیر دارم بهش فکر میکنم. خب میشه برای دزدی هم استفاده کرد دیگه. چی دوستان؟ تفاوت آقایون و خانم الان دارید میبینید قشنگ دیگه که پیشنهاده در حقیقت چجوریه. بله بله، همین جاست میزنه بیرون تفاوت ها. دیگه چی؟ اسباب بازی بچه ها سرگرم بشن. دیگه دیگه چی؟ علامت دادن. دیگه به عنوان نورس هم میشه استفاده. به عنوان نورس. نورس چیه؟ مثل تلگراف. آها،
مارس، بله. خیلی خب دیگه چی؟ آره آویزونش کنیم و فلان کنیم و اینا. حالا من به شما میگم که من از این الان دارم چه استفاده میکنم. دیگه چی؟ جاکلیدی هم میتونه باشه. خط کش میشه، بذاریم خط بکشیم. دیگه چی دوستان؟ چیکار کنیم؟ چایی هم بزنیم بهاش. البته دیگه این البته ازش استفاده نمیشه کرد، ولی به عنوان یه بار مصرف اینم شدنیه. بله دیگه چی دوستان؟ متن رو بنویسیم، نقاشی رو ترسیم بکنیم. آها جالب شد موضوع. بله بفهمید گوشمون رو بخارونیم. عالی، اتفاقا خیلی ایده قشنگی داره در میاد. تو فیلم رادیولوژی تغییر ایجاد کنیم که مثلا اگه مشکلی بیماری داریم کسی نفهمه. بله دیگه چی؟ دست رشته بازی کنیم باهاش. یه لحظه قبل از تمام استفاده ما اول باید شناختش مثل خود داریم. آها اول باید بشناسیم. خب زمانی که شناختی میتونیم حالا استفاده هایی بشم. بله با شناختی که خودمون داریم با مسائلی که پیش رومون هستیم تلفیق انجام یه ابتکار خلاقش باید استفاده هایی بکنیم. حالا این پیشنهادی که دارن دوستان میدن با همین شناخت محدودی که از یه همچین وسیله ای هست میتونیم بشکنیمش. آها میگن چون چایی رو هم زدیم خراب شد دیگه استفاده نمیشه کرد، خالیش کنیم توش خاک بریزیم گل بکاریم. دیگه چی؟ به جای وردنه. آها اینی که اینجوری به 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 خانوما که این کارا نمیکنن که. آقای این شما این پیشنهاد رو بدید. چرا پیشنهاد نمیدید؟ تو کارهای خونه از این استفاده نمیتونید بکنید؟ اگه چایی خراب شده آها چوب سیگارش استفاده به عنوان چوب سیگار استفاده بکنیم. دیگه چی؟ برای که دیگه راجبش فکر نکنیم. ببینید الان نکاتی که شما گفتین، اولا من خوشحالم از اینکه شما این نکات رو گفتین، به خاطر اینکه تو بحث خلاقیت بحث تجسم و تخیل و طنز و اینا اصلا جزء لاینفکشه. اصلا میگیم تو خلاقیت هر چی ایده مسخره تر بهتر، هر چی خنده دارتر بهتر. من خوشحالم از این ایده‌ای که اینجا در اومد، واقعا انصافا میگم خیلی خوبه. یعنی جمع تو این زمینه بانشاتی بود در مورد ایده دادن. همین ایده‌ای که اینجا گفتیم یه بخشایشو اگه فکر کنید گروه بندی بکنیم، ممکنه 5 تا گروه پیدا کنیم. بگیم یه دهی بیشتر دنبال این تیپ استفاده بودن، یه دهی بیشتر دنبال این استفاده. انعطاف پذیری یعنی من ذهنم همیشه دنبال یه طبقه از استفاده نره. از گلدون و هم زدن و نام علامت دادن و همه اینها داره، یعنی انعطاف پذیری. بست یعنی اینکه من یه موضوعی رو رجمی فکر کنم، هم اتفاقی که افتاد گفتم هم بزنیم بعدم خراب میشه می‌ریزیم دور. بعد گفتن خب حالا چون هم زدیم و خراب شد توش گل بکاریم. یعنی همون موضوع قبلی رو شروع کردن بست دادن، شاخ و برگ دادن. یه موضوع رو من بگیرم هی شروع کنم شاخ و برگ. حالا اگه قراره گل بکاریم اینجوری کنیم، حالا اگه اونجوری، یعنی یه مسیر رو شاخ و برگ بهش بدیم. بعد مقاومت در مقابل بستن زودرس. ما ذهنمون یه جوری هستش که به محض اینکه دو تا سه تا ایده میاد می‌بنده. احساس رضایت، این که خب بسته دیگه، خوب بود مثلا. در حالی که یکی از ویژگی‌های افراد خلاق اینه که در مقابل بستن زودرس مغز مقاومت میکنن، اجازه میدن که این افکار همینطوری بیاد. حالا بدون من از این چه استفاده میکنم؟ این هم یکی از چیز بهتون بگم، از این تکنیکاییه که به هر حال اگه یه روز خواستید جای صحبت بکنید یا کردید این تجربه رو دارید، حتما موقع صحبت کردن دو تا چیز اضافه دارید که هیچ کارش نمیتونید بکنید و اون دو تا دستاتونه. تمرین بکنید یا یادتون بیاد که یه موقعی صحبت کردید. اگه من این الان بذارم کنار، خب این دو تا دست دو تا مزاحمن که هی باهاتن، یا مجبوری اینجوری کنید یا مجبوری بکنید تو جیبت، یا ممکنه اینجوری. بالاخره این دو تا باید یه کاریش بکنی. من این کارش میکنم. یعنی الان من فقط خواهشم تا آخر جلسه به این نکته توجه نکنید، ولی من با این مدام در حال بازی کردنم. به این ترتیب این دو تا دستمو دارم کنترل میکنم.
دارم مهارشون میکنم. ما توی جلسه ارتباطات انسانی داشتیم میگفتیم نحوه نگاه کردن افراد نشون دهنده اینه که تو چه فکریان. اگه مثلا من با چشام بالا رو دارم نگاه میکنم یه جور، اگه پایین یه جور، اگه این ور یه جور. دو سه روز بعد یکی از این بچه‌ها زنگ زد، از بچه‌های کلاس، گفت آقا تو این سازمان ما همه دیوانه. گفتم چطور؟ گفت آقا هر کی میبینی اینجوری داره نگاه میکنه، اینجوری داره میکنه، داره تمرین میکنه. اصلا میگه یه وضعی شده، ما هر کی میبینیم دیگه هیچ کی مستقیم نگاه نمیکنه، همه یا چپ هم یا راست هم یا بالا یا پایین. یه ذهنی گفتیم تعهد و کوشش لازمه برای خلاقیت. اینم در حقیقت خودتون مطالعه بفهمید. یه نکته رو صد دوستان توی نظرتون گفتن، تفکر عمودی و تفکر خطی، فکر میکنم شما فهمیدید. دقیقا همینطوریه. ما واژه اختراج به تفکر خلاق صحبت میکنیم، میگیم تفکر خلاق تفکر واگراست. یعنی یه مشکل بهش میدید 10 تا راه حل پیدا میکنه، باز میکنه موضوع رو، 10 راه حل، یه طیفی از راه حل ها، واگراست، افقیه. برعکس تفکرهایی هستن که تفکر همگران شما رو میبرن به سمت اینکه یه راه حل پیدا بشه. هر دوی اینا ضروریه. ما نمیتونیم برای حل یک مشکل فقط بشینیم 100 تا راه حل در بیاریم. خب چه فایده؟ بالاخره 100 تا راه حل باید تبدیل بشه دوست راه حل اجرایی دیگه که برم عمل کنم. پس هر دو اینا لازمه. ویژگی های تفکر خطی یا عمودی که بین گزینه های موجود داره میره انتخاب بکنه، خودش گزینه ایجاد نمیکنه، در حالی که تفکر خلاق گزینه ایجاد میکنه. تحلیلگره، در حالی که این بیشتر محرک به انگیزاننده است. توالی رو رعایت میکنه. تفکر سیستماتیک قدم به قدمه، الگوریتمیه، 1 2 3 4 5 6. این ور اصلا توالی براش معنی نداره، از یه موضوع میره به یه موضوع دیگه. ما الان داشتیم فکر میکردیم توالی وجود نداشت، نمیگفتیم لطفا ایشون که گفتن نفر بعد ادامه بده، اصلا این نیست، نفر بعد ایشون دیگه میگه، اصلا راجع به یه موضوع دیگه. آها، در تفکر خلاق منفی وجود نداره. نکته ای که صبح اشاره کردیم و گفتیم توضیح میدیم یعنی چی؟ نمیتونید بگید این خلاقیتش منفی مثبت بود. خلاقیت خلاقیته. یه دزدی که خلاقانه دزدی میکنه خلاقیتش بالاست. یعنی ما خلاقیتش رو باید تحسین بکنیم. اینکه این کاری که داره میکنه خوبه یا بده میشه نظام ارزشی دیگه. اون وقت میشه نظام ارزشی ما، میشه ارزش گذاری روی اون. خود خلاقیت فی نفسه نه مثبت نه منفی. میتونه از نظر یه جامعه، از نظر یه فرهنگ، از نظر یه اجتماعی اون منفی باشه، میتونه مثبت باشه. اون بار ارزشی قضیه است. و همین دلیل هم هستش که ما دزد خلاق رو تشویقش میکنیم از بابت اینکه خلاقیتش خیلی خوب بوده، ولی خب از این برام تنبیهش میکنیم که چرا این خلاقیت در راستای اون دزدی به کار بردی، چرا در جهت منفی به کار بردی، مثلا میمدی یه کار مثبت باشه انجام دادی. ولی قابل احترامه. در حال جالب اینه که این تفکر خطی و عمودی دنبال محتمل ترین راه ها میگرده. یعنی میگه کدوم راه شدنی تره. خلاقیت دنبال کم احتمال ترین راه ها میگرده، میره تو اون کنجا، یهو یه ایده میاره بیرون که اصلا ما طلبش فکر نکرده بودیم. یکی هم سخت پذیرشش که اصلا شدنی این نیست، ولی تو از خلاقیت این میاد بیرون و باید بیاد بیرون. اصلا یه مثال، یه تمثیلی رو به کار برده، گفته تفکر خلاق مثل دنده عقب ماشینه. لازم نیست ما همیشه با دنده عقب حرکت بکنیم، اما اتفاقا وقتی تو بن‌بست گیر میکنید اون دنده عقبه به دردتون میخوره، دیگه با روشهای معمول نمیتونید عمل بکنید، باید برید سراغ روشهایی که یه حرفای عجیب غریبی بزنه، خارج از اون روتین بزنه. این اون 4 ربع مغزه که اشاره کردم. همونطور که میبینید ربع A و B که هر دو در طرف چپ هستن بیشتر تحلیلگر، منطقی، محاسبه کننده، آدمایی که اینجا هستن کارشناس کننده، کار تمام کننده، اینا بیشتر تو این گروه هستن. در حالی که سمت راست که روبهای سی و دی هستن، آرمانگرا، خلاق، جستجوگر، حمایت کننده، ببینید بیشتر به سمت ارتباطات، احساسات، عواطف، شهود، حمایت، بیشتر این سمتن. بنابراین خود این تقسیم بندی به ما میگه که خلاقیت رو بیشتر تو این طرف میشه پیدا کرد. و جالب اینه که در دنیا به این نتیجه رسیدن که قبلا فهم میکردن اینا ویژگی های ثابته، و همین خاطر میگفتن که میتونیم بیایم این روب ها رو در مغز انسان بررسی کنیم، بعد بگیم کی خلاقی کی نیست. بعد به این نتیجه رسیدن که اینا ثابت نیستن. شما ممکنه به دنیا بیایید در شرایطی که یک کدوم از این روب ها غلبه کرده بر اون ستا، اما به تدریج در طول زمان میتوانید پرورش بدید خودتونو
طوری که الان میگن ما به دنبال افرادی هستیم و افرادی رو داریم تربیت میکنیم بهش میگن whole brain thinking، افرادی که تمام مغزن. یعنی چی؟ یعنی این چهار تا روب به صورت متعادل رشد کرده. حالا ببینید این آدم چقدر آدم کاملی میشه، در عین منطقی بودن، احساساتی بودن، در عین نمیدونم کارشناس و تحلیلگر بودن به جستجوگر بودن و خلاق بودن، این دوتا رو در کنار هم دارن میبرن جلو. قابل پرورش ما میتونیم، به همین دلیل میگن برای بچه ها، برای فرزندانتون، اگه احساس میکنید طرف خیلی علاقمند هنر و موسیقی و فلان و تئاتر و همش اینوریه، یک کم شما ببریدش اونور، یعنی بهش تحلیلگری و منطقی بودن و اینا رو سعی کنید یاد بگیره، بره تو تمرینای این شکلی. برعکس اون بچه‌ای که همش سرش تو ریاضی و فیزیک و تحلیل و محاسبه و فرموله، میگن یکم اینوری بهش تمرین بدید، بذارید بره یه موسیقی یاد بگیره، یه نقاشی بکنه، یه کوهی ببرید، یعنی بذارید اینا همزمان و متعادل رشد کنن. نذارید یه بچه یهو توی زمینه‌ای بره جلو، بعد مثلا بعد از 30 سال به این نتیجه برسه که من فقط توی حوزه رفتم جلو، همه چیزهای دیگر رو از دست دادم، ارتباطات انسانی رو از دست دادم، دوستم رو از دست دادم، هیچ هنری یاد نگرفتم، یک بعدی شدم. میگن نذارید اینجوری بشه، خود ما میتونیم این کار رو انجام بدیم در حقیقت. خب این همون داستان اینه که اینطوری نیستش که یه نفر یه رو به مغزش فقط فعال باشه، نه، مثلا الان توی این تصویری که شما دارید میبینید این ربع A-ش خیلی فعاله، ربع B-ش اینجاست، ربع C-ش اینجاست، ربع D-ش اینجاست، یعنی آدم ها هر چهار ربع مغزشون به حال فعال هست، ولی خب یکیش غلبه داره بر بقیه. اینو هرمان مطرح میکنه، اینم که ویژگی هاییست که هر کدوم از چهار کسانی که یکی از ربع های مغزشون فعال هست دارند. این هم باز یه نگاهیست به اینکه تقریبا مشاغلی که این افراد میگیرن چیه، مثلا کاراگاه ها اینجان، قاضی ها اینجان، قاضی این که میگن احساسات و اینا رو باید بذاره کنار، میبینید قاضی این وره، قاضی باید نیمکره چپش خیلی فعال باشه، و اینه مثلا طرف داره توضیح میده راجعه مثلا مشکلی که بیش اومده، اینم زار زار داره گریه میکنه اینجا نشسته، فایده نداره که، اما تو اونجا که نشستی کارت این نیست. تولید کننده مثلا اینجاست، ببینید هنرمند، ببینید این وره هنرمند تو نیمکره راست بیشتر، چون اونجا بیشتر دنبال این تیپ آدم رو بگردیم. روی تفکر خلاق ببینید چه موانعی اصلا نمیذاره من شروع کنم به این تفکر. یکیش مفروضات نادرسته، همون پیشفرضا. خلاقیت به درد نمیخوره، خلاقیت تو کشور ما جواب نمیده، تو سازمان ما من نباید، اگه خلاق باشم من از شرکتم میندازن بیرون، اگه خلاقیت باشه منم با فلانی دچار مشکل میشم، اصلا مگه میتونه آدم خلاق باشه، من دیگه سنم از این حرفا گذشته، من دیگه مفروضات نادرست. اینکه یه راه درست وجود داره صحبت کردیم راجع بهش، تفکیک مسئله از موقعیت، من این مسئله رو میخوام حل کنم، ها جداش میکنم از موقعیتی که اون مسئله اتفاق افتاده، به همین دلیل که وقتی حل میکنم فایده ای نداره، مسئله و موقعیت با همن، یه نگاه سیستمی باید بهشون داشته باشه. قواعد منسوخ، قواعد منسوخ، شما به دختراتون اینو میگید، میگه این کار نکن بابا، تو دختری، تو نباید این کارو بکنی. بعد اگه سوال کنه خب ببخشید اون که پسره چرا باید این کارو بکنه؟ اکثرا جوابی نداریم بهش بدیم، داریم جز اینکه یه دوباره تکرار کنیم، نه اون پسره آخه، اما تو چون دختری نکن این کارو، خب چرا من نباید بکنم؟ برعکسش هم هستا، به پسران میگیم تو این کار چرا، تو پسری، ما چه ربطی داره؟ هیچ چیزایی تو ذهن ما شکل گرفته. چقدر این کلمه اصولاً باید اینجوری باشه، درستش اینه که فلان باشه، چرا اینو به کار میبریم ما؟ کدوم اصول؟ کی گفته که این درسته؟ کی گفته که این درسته؟ هر وقت این کلمه تو داشتید به کار میبردید، خب یه لحظه تأمل که این چیزی که من دارم میگم اصولا واقعا یه اصل غیر قابل تغییره که نیستن دیگه دست نمید بشتر، یا اینکه نه یه چیزی که تو ذهن من شکل گرفته اتفاقا قابل تغییرم است، میتونم راجع بهش صحبت بکنیم. قواعدی که تو ذهن ما شکل گرفته، عادتایی که آموختیمش، تفکر منفی به شدت مخل خلاقیته، قُر زدن، نق زدن،
داریم نمونه هاشو، عصبیت، سرزنش کردن. بعضی از دوستان دیدید وارد اداره بشم این نگهبانه، آن پسره رو میگم اون دوباره دم در بود، اصلا ازش خوشم نمیاد، هر دفعه اصلا من خود میکنه. این آسانسورم که خراب بود سواشتم دوباره قیش و قوشش بلند شده بود، تا اومدم این منشیه میگه تا حالا کجا بودی، اومدم این بر رئیس هم گفت فلان، همش در حال تفکر منفی. ممکنه الان بگیم اینا واقعیت کارش نمیشه، چرا؟ خیلی خیلی کارش میشه کرد. این واقعیت ها، این تفکر منفی که در شما ایجاد میشه، هی داره انرژی شما رو میگیره. شما زمانی که از 7 صبح 6:30 صبح که از خونه میاد بیرون تا 8 صبحی که سر کار برسید 6 تا اتفاق بد براتون بیفته، بیشتر انرژی دارید یا زمانی که خیلی سر حال و خوب و قبراق میایین؟ تفکر منفی انرژی دیگه بر من نمیذاره. خودتون دقت کنید تو این جمعای خانوادگی که میشینیم از همه چی بد میگیم، وقتی تموم میشه آدم احساس میکنه هیچ چی دیگه باقی نمونده، انرژی بدبینانه، ناراحت کننده، سیاه، اصلا زندگی برای آدم سیاه جلوه میکنه دیگه. من خودم یه موقعی تو بعضی از این جمعا اصلا یهو میگم آ دیگه بسته، اصلا او ول کنید، آخه آدم چقدر منفی بگه، چقدر مثلا همه چیزو بد تصور بکنه. تفکر منفی مخل خلاقیت. یه آدمی تو سازمان بدبین، ناراحت، افسرده، افتاده، بعد شما میگید بیا تریز زیاد بگیر که نوآوری کنیم. یا اصلا تریز چی بود؟ من یه پریز میخوام برای اینکه خودکشی کنم. تریز به درد من نمیخوره. جونم عرض کردم ما مسائل رو بعضی وقتا از اون موقعی که توشه جدا میکنیم بعد میخوایم حلش کنیم، خب؟ در حالی که مسئله و اون موقعیتی که به وجود اومده هر دو یکی هستن و با هم بد هست. میگن که فقط به کانتنت توجه نکنید، کانتکست مهمه، اون زمینه مهمه که این مسئله تو چه زمینه‌ای به وجود اومد. خب اجتناب از خطر به دلیل ترس از شکست، همون بحث ریسک پذیری، و گریز از ابهام. گریز از ابهام، هر چیزی که به نظر ما مبهم بیاد رده اصلا، از نظر ما ردش میکنیم، میگیم این بر من خیلی مبهمه، ولش کن. اصلا میگن امکانها، آها اینجاست، میگن امکان تو ناشناخته هاست. این بازاری های اصطلاح دارن، میگن موفقیت اون بر جیگره. شنیدین اینو؟ میره منظورشون چیه؟ آها، میگن موفقیت اون بر جیگره، اگه جیگر نداری موفقیت هم اتفاق نمیافته. راست میگن جان؟ پشت دیوار ترسه. آها، ببینید ما یه هیته راحتی داریم، کامفورت زون، که تو اون هیته راحتی اینقدر خوبیم باهاش، چون هیته شناخته شده است، عادتهای جا افتاده است، اصلا لذت میبریم که تو همین حوزه بگردیم واسه خودمون. اگه یه مسیری رو میخواییم بریم، عاشق این که همون مسیری که الان 12 ساله دارم میرم همون عالیه، چون تمام راننده هاشو میشناسم، تمام مسیر پیچ و خم و همه رو بلدم، میدونم چقدر باید کرایه بدم، میدونم چقدر باید فلان کنم. 3 نفر از راننده ها دیگه بام رفیق شدن. ریسک هم یک دانشه، به همین دلیل که اصلا ما تو علوم مدیریت ریسک منیجمنت داریم دیگه، یعنی اصلا مدیریت ریسک داریم، یه درسه، میریم یاد میگیریم که چطور ریسک بکنیم، چطوری ریسک رو مدیریت بکنیم، چه اندازه بکنیم. دقیقا نکته درستیه. زمینه که این پدیده های تکاملی و ضد تکاملی همیشه هست. یه جاهایی ما بعضی رو با هم دیگه قاطی میکنیم، خلاقیت و نوآوری رو با مدگه قاطی میکنیم، با توهم قاطی میکنیم. اینا رو بعد از هم دیگه تفکیک بکنیم. میگن یک روانپزشکی رو دعوت کردن توی یکی از همین جاهایی که این به هر حال دیوان ها اینا نگه میدارن، و بهش گفتن تو بیا یه نظری بده راجع به اینکه اینجا ما چه کنیم چیکار نکنیم. این اومد و از همین اتاق اول شروع کرد به بازدید کردن. توی اولین اتاق که رفت، دیدش که یک جوانی روی اون تخت نشسته، زانوی قم به بغل گرفته، افسرده، و میگه گفت این طفلک چیه؟ گفت والا این دو سال پیش یه دختری به اسم پری رو دوست داشت، این خانوادش مخالفت کردن ندادن بهش، این طفلک از اون موقع دچار افسردگی شده و نشسته اینجا و زانوی غم و اینجوری. خیلی روان پزشکی ناراحت شده، توی این مسیر هی گفت آخه چرا خانواده این کارو میکنن. 3-4 تا اتاق دیگه دید، رسید تای اون راهرو آخرین اتاق، و رفت و دید یک جوان سرحال قبراق، اصلا خوشتیپ، با زنجیر بستنش، و این جوانه هی میگه
گفت این خیلی وضعش خرابتره. این چیه؟ گفت این یه ساله با اون پری خانم ازدواج کرده. یعنی این نکته‌ای که اشاره میکنن میخوام بگیم که یعنی تأثیر آنچه که ما داریم تدبیر میکنیم. من ببخشید اشتباه کردم، شما به من از اونجا اشاره نکردید، اینجا جمع بیشتر خانوما بودن. من این داستان جایی که خانوما بیشترن اینجوری میگم که یک خانومی رو بسته بودن و میخواست با یه مثلا پرویزی ازدواج کنه. بوم شنیدید اینو؟ توی صحرا به راسته بیابون. ببخشید اگه به من همینجوری بگن برو، که خب من هیچ وقت نمیرم، چون نه بلدم نه میدونم. ولی اونی که داره میبره زنه که ریسک داره ها، به هر حال ریسک داره، ولی او داره مدیریت میکنه اون ریسکو. یعنی میگه من ابزار و وسیله و شناخت و همه اینا رو دارم، پس بنابراین با یه احتمال 95% شما رو سالم برمیگردونم، 98% سالم برمیگردونم. این کارو میکنه، شما هم خودتو میسپری به او، داری ریسک میکنی. ولی اگه همینجوری یه شتر سوار اونجا پیدا بشه من تو رو برم تو بیابون، طبیعیه که ما نمیریم، چون احساس میکنیم اینجا دیگه اصلا من اون قواعد رو رعایت نکردم، اون ریسک رو مدیریت نمیتونم بکنم. توی حیطه شناخته شده ما خیلی علاقمندیم توش رفتارمون رو شکل بدیم، در حالی که امکانها تو حیطه ناشناخته است. هر چی برید به اون جاهای مبهم و ناشناخته، از اون تو میتونید چیزایی در بیارید که هیچ وقت تو زندگیتون در نیاوردید. حیطه ناشناخته سیستمی است. این دو تا علامت اینجا داریم، اینا رو دوستانی که اگه تحلیل سیستمی گذرونده باشن میدونن. دو تا علامته ما توی تحلیل سیستمی چند نوع لوپ داریم، یه حلقه‌های تشدید شونده و افزاینده داریم، یه حلقه‌های تعادلی. این علامتی که اینجا می‌بینید حلقه‌های تشدید شونده است. یعنی چی؟ یعنی من هر بار که این حلقه رو دور می‌زنم هی دارم تقویت میشم در این که در اون حلقه بمانم، یعنی هی به حیطه شناخته شده عادت بیشتری میکنم. همینطور که بچه عادتش کمه، همینطور که ما داریم بزرگ میشیم هی این حیطه ناشناختمون رو داریم بیشتر بهش عادت میکنیم. در مقابل این طرف یه حلقه‌ای وجود داره که داره این حلقه رو متعادل میکنه، نمیگذاره اون حلقه با شتاب حرکت بکنه، و اون توجه ما به امکانهایی است که در حیطه شناخته شده است، ناشناخته است. چرا؟ بلکه در دراز مدت زمان و منابع کافی برای رشد وجود نداره، باعث میشه که اون حلقه کاراییشو از دست بده. این بحث تحلیل سیستمی، این دوتا علامت هم اینه، حلقه‌های تشدید شونده، حلقه‌های تعادلی. اون داره تعادل رو نشون میده. حالا بیم سراغ این که با همه این نکاتی که من عرض کردم خدمتون، با همه این دیدگاهایی که گفتم، توی دنیا سالهای سال همه فکر میکردن که خلاقیت، نوآوری، اختراع حاصل یه سری کشف و شهوده. داستانایی هم که تعریف میشد همینه میگه، مثلا میگفت نیوتن نشست سیب خورد تو سرش ها، بعد فهمید جاذبه نمیدونم فلان. خب این ما رو تشویق میکرد به این که خب پس به جای اینکه خیلی تلاشی بکنیم بهتره بریم زیر درخت سیب بشینیم، مثلا شاید دست بر قضا یه چیزی هم تو سر ما بخوره و مثلا یه اتفاقی برامون بیفته. این تفکر خب این تفکر انفعالی بود، هی میگفت خلاقیت ذاتیه، خلاقیت یهو اتفاق میفته، خلاقیت کشف و شهودیه. هنوز هم خیلی بهش اعتقاد دارن، یعنی میگن خلاقیت ها اینجوری نیست که بشه یک مسیر براش ترسیم کرد، اتفاق میفته. یه تجربیات هم اینو اثبات میکنه ها، مثلا شما وقتی دارید دوش میگیرید سه تا ایده میاد به ذهنتون، میاد یا نمیاد؟ اصلا جاییه که شما به دنبال این نیستید که ایده در بیاد، ولی در میاد. دارید دوش میگیرید دو تا ایده میاد به ذهنتون، دو تا فکر میاد توی ذهنتون. اینا به این دلیل اینجوری. توی شوروی یه فردی بود به نام آلت شولر، توی تاشکند به دنیا اومد 1926، این 9 سالگی نه کلاس 9 بود، که موفق شد مثلا تو سن 15 سالگی یه کشفی کرد و اون یه دستگاه قواسی زیر آب اختراع کرد. خیلی جالب بود، خیلی جالب بود، یه دستگاه جدید رو تونست. سالهای بعدم شروع کرد همینطور اختراعهای جدید کردن. در زمان حکومت استالین بود در حقیقت این داستانا. این فرد بعد از یه مدتی اومد 200,000 اختراع ثبت شده رو بررسی کرد. 200,000 اختراع رو، فرایندشون رو اومد بررسی کرد، چطور این اختراع پیش اومد، و بعد اومد یه تئوری رو داد. اختراع، اکتشاف و نوآوری قابل
قابل نظام دادن هست، قابل سیستم دادن هست. یعنی میشه یه فرایندی ایجاد کرد که مطمئن باشیم تهش به یه اختراع و اکتشاف و نوآوری میرسه. خب این حرف خیلی جدیدی بود، به این دلیل که خیلی ها گفتن که اصلا این چیزی که تو داری میگی نقض غرضه، اصلا خلاقیت یعنی این که خیلی چارچوب نداشته باشه، تو داری میگی تو چارچوب، پس اصلا معنی نداره. در حالی که اومد ثابت کرد 200,000 اختراع رو بررسی کرد، از این 200,000 تا فکر می‌کنم یه چیزی هولوش 20,000 اختراعش اختراعهای برتر دنیا بود و ثابت کرد اینا فرآیندهای مشترکی داشتن، یعنی از توی مسیرهای مشترکی گشتن. این حرف رو یه نامه نوشت به استالین اون موقع و گفتش که من دارم پیش بینی می‌کنم که شوروی در آینده در حقیقت به نابودی خواهد رفت، چون تفکر خلاق و نوآورانه در این کشور از بین رفته. استالین که از جمله میدونید جزء دموکرات ترین رهبران کشورها بود، بلافاصله دستور داد این بنده خدا رو گرفتن و خب البته یک تنبیه خیلی جزئی کردن و اونی بود که 25 سال براش زندان برید. این یادم رفت تو زندان. توی زندان چی میکرد؟ غم و غصه و ناراحتی و افسردگی و خودکشی؟ ها؟ نکرد این کارو. گفت حالا که اومدم زندان چقدر موقعیت خوبیه. نشسته کم مطالعه کرد. بعد بردنش توی سلولایی که تحصیل کرده ها رو نگه می‌داشتن، تحصیل کرده های مسن، مثلا دانشگاهی ها، ناراضی های اون موقع شوروی. بعد اونجا کلاس های آموزشی رو انداختن، اونش استاد مستاد اونجا بودن دیگه، کلاس رو انداخت، اصلا تحصیلات دانشگاهیش اونجا ادامه داد، غیر آکادمیک، ولی با اونش استادایی که اونجا بودن تحصیلاتش رو ادامه داد، گفتگو کرد، بررسی کرد. زمانی که بردنش تو اردوگاه‌های کار اجباری تو معادن، داشت کار اجباری میکرد، بیگاری میکرد روزی 12 ساعت، داشت فکر میکرد که این مشکلاتی که توی معدن هست و چجوری میشه حل کرد، چجوری میشه با روشی که من گفتم توی این فرایند مسائل و مشکلات معادن رو حل کنم. ببینید میخوام بگم پارادایم ها رو نگاه کنید ها. طرف اونجا هم که بود دنبال اینجور حرفا بود. نهایتا استالین مرد، یک سال این بعد این آدم آزاد شد. وقتی اومد بیرون فضا ایجاد شد برای اینکه اون تئوریای خودش رو به ثمر برسونه که کرد، سمینار گذاشت، بردنش امریکا، آوردنش صحبت کرد و خیلی در حقیقت در این زمینه کار جدی انجام داد و یه مدل سازی انجام داد. آلتشولر کسی بود که تریز رو به عنوان بانیش تلقی میکنه، میگن او تریز رو اصلا عنوان کرد و واقعا هم توریسیانش اوست. ارتباط داره ولی نه ارتباط علت و معلولی. ما نمیتونیم بگیم که هر کسی که نیاز بیشتری داره این میتونه خلاقیت بیشتری داشته باشه. این درسته نیست. و اینکه اگه اینجوری بود نیازمندترین افراد دنیا و کشورهای فقیر دنیا الان باید خلاقترین افراد باشن دیگه، چون نیازشون اصلا بیشتر بوده، مشکلاتشون بیشتر بوده. این رابطه نیستش. اینم نیستش که هر کسی که در رفاه بود نمیتونه خلاق باشه، اینم نیستش. بنابراین اصلا ما دنبال این همچین روابطی نیستیم بین خلاق، اما چند تا عامل هستش که میتونیم بررسیش کنیم با همین دانشی که فعلا داریم. یک، رفاه با راحت طلبی فرق میکنه. اگر راحت طلب هستیم کمتر سراغ خلاقیت میریم. بهبود بدم، میتونم از کسایی که تو زمینه بایگانی اینا دارن کار میکنم کمک بگیرم، یعنی تو همون حرفه خودم مثلا رو حل کنم. بعضی وقتا میگم نه، لازمه برم سازمان دیگری رو هم ببینم بایگانی اونا چیه، میشه ساعت دوم. بعضی وقتا میگم میخوام مکانیزه کنم، ما که دانششو نداریم، برم سراغ جایی که دانش انفورماتیک داره، دانش مهندسی سیستم ها رو داره، دانش بایگانی هم داره. یعنی سه تا دانشو بعد من میگه قاطی کنم تا بتوانم در حقیقت اون کار انجام بدم. و یه جای دیگه هستش که ممکنه همین الان ما بگیم، الان که نسابق مثلا یه کسی به فکرش رسیده بود که کاش میشد این بایگانی حجیمی که ما اونجا داریم که چقدر جای شما رو گرفته و چقدر سخته رجوع کردن بشه، میشه اینا رو همه رو روی تراشه کوچکی جا بدیم؟ قبلا گفتیم نه، هنوزی همچین چیزی به دست نیامده، فراتر از حیطه علوم معاصر اون زمان بود، ولی الان حل شده. الان شما میتونید همه این اعداد و مدارک رو
مثلا اسکن بکنی نگه دارید به راحتی، اصلا بدون اینکه مشکل داشته باشید توی یه حجم خیلی کم و ازش استفاده بکنید. این نمونه یه سطوح مسائلی هست که ما تو سازمان داریم که لازمه برای هر سطحی فرایند خودش رو به کار بگیریم و استفاده بکنیم. یکی از ویژگی هایی که آلتشولر خیلی روش تاکید میکرد بحث تناقض ها بود. آلتشولر میگه که من برای حل مسائلم یه پرسش هایی رو مطرح میکنم، به یه راه حل هایی میرسم و یه طرح های ایدئالی رو ارائه میکنم. نقطه شروع متأ تناقض هایی که وجود داره. ما به عنوان مصرف کننده، کسایی که تو تهران میخوایم سوار ماشین بشیم، ماشین های خودمون رو دارم عرض میکنم، دوست داریم ماشینمون با توجه به کمبود فضای جای پارک و فلان و اینها و ترافیک و نزدیکی ماشینا به هم، ماشین های بزرگ داشته باشیم یا ماشین های کوچیک؟ ماشین های کوچیک خیلی راحت تره، زود هر جایی قسمتی پیدا کنم.